بینندگان و شنوندگان گرامی، درود فراوان از نوع بیکران بر شما. امید آرزو دارم در هر کجای این غربت گزنده و پهناور که به سر میبرید، گوش برادران کر سلامت و سرحال باشید. غربت گزنده و پهناوری که گستره جغرافیای آن را که از چهار گوشه جهان تا وطن سابق را در بر میگیرد، حضرات آیات به سود خود مهندسی فرمودند. شما گرامیان، امروز چهارشنبه ششم ژانویه المفرح سنه 2016 ترسایی برابر با 16 دیماه 1394 خورشیدی یا خودمانی و نیز 1437 آخوندی به 15 برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن توجه می‌فرمایید. این برنامه همگونه که از نامش پیداست در قلمرو طنز سیاسی و اجتماعی است و محتوا و مطالب آن هم برگرفته از طنزنوشته‌های هفتگی آقای فدوی است و این بنده فقیر کمتر از قطمیر هم از شود که به عنوان منشی در رکاب شما شمشیر میزند. از کنم آقای فدوی در مرخصی هستند، در مسافرت هستند، مرخصی که ندارد اون بینوا، اما در مسافرت است و بنده هم به عنوان منشی و کاتب و محرر و از این قبیل به هر حال باید در رکاب باشیم و ایشان را دنبال بکنیم. این است که ستاب به قول عوام معلوف و همیشگی نیست و متفاوت است. امیدوارم که به هر حال تفاوت که مسئله نیست اما آزاردهنده نباشد. عرضه بدارم مطابق معمول در هفته های گذشته قرار بر این شد که در آغاز برنامه از عرصه های دیگری که فدوی در آن فعال است و آثاری هم دارد نمونه های عرضه بکنیم برای تنوع. و در شعر مدرن امروز هستیم الان و یکی دو شعر از کتاب رگبار در آفتاب، اگر ملاحظه بفرمایید، قیافه شهر اول واسه انتخاب کردم که اولی اسمش هست بحث، از صفحه 17 این کتاب رگبار در آفتاب. ناشر این کتاب از شرف که انشارات نوید بوده است. خب میگوید که با همه حواس رفته بودم، گفت از کجا میایی، از کدام اندیشه؟ گفتم خیابان انقلاب، کوچه مردم، بنبست آزادی، دست چپ، سلول دوم، میانه درگاه، همان خیابانی که به سمت عشق میپیچد، نبش غمگین راست پنجگاه. گفت در تحلیل من نمی گنجی رفیق. شعر بحث بود از کتاب رگبار در آفتاب. متن رو اگر خودتون ملاحظه بفرمایید، این واژگان عرض کنم که چپ، میانه و راست مشخص شدن در این شعر و فدوی از اون صحبت میکنه. به هر حال فدوی با اسم مستعار حمیدرضا رحیمی این شعر رو به شما تقدیم کرد. بعد شعر دیگری هم هست به اسم رگبار در آفتاب که اسم این شعر هم هست، برگرفته از خود همین کتاب هست که عرض کردم، در صفحه 25. خب صفحه 25 رگبار در آفتاب. خورشید در آینه میخندد و نور مثل حریر بر اندام شاداب گل پیچیده است و حواشی خرم در هوای مطبوع نیمروز نفس عمیق میکشند. آسمان بی مزایقه در چشم اهالی چکیده است و شهر میزبان خوشروی گیسوان معطری است که سخاوتمندانه در حافظه گیج باد منتشر شده است و مردمانی از جنس روز که خوشبختی بومی را آرام زیر آفتاب ورق می زنند.
آبی زلال در رگ زمین جاری است، عکس بوسه در آب می افتد و تکثیر می شود و خنده به پرنده شیرینی می ماند که از لبی به لبی دیگر می نشیند. با این همه نمی دانی در این آفتاب گرم و شاد چه بارانی می بارد در دلم. خب دو تا شعر بود از عرض کنم که حمیدرضا رحیمی، اسم مستعار فدوی است. خب این از این قسمت. در قسمت خوشنویسی یا به قول عوام کالیگرافی ما تصویر شماره 15-1 را داریم. اگر که اتاق محترم فرمان این رو عنایت بکند موجب مزید تشکر است. من صدای این خورسخندی رو هم ببندم. خب این که ملازم فرمایید تصویر شماره 15-1، این به لحاظ تکنیکی بهش میگن سیاه‌مشق. سیاه‌مشق منظور این نیست که یک کسی تازه شروع به کار کرده است و سیاه‌مشق میکنه. این نوع شیوه، این شیوه شیوه است از کارهای خوشنویسی که به این شکل نوشته میشود و خواندنش هم خب قدری تأمل میخواهد. ولی مثلا فرض کنید اون قسمت اول یا سطر اول، جان زتن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز. این یک شعر بسیار زیباییست، یک غزل بسیار زیباییست از امیر خسرو دهلوی که از شرط که فحول سبک هندیست که بنده بسیار به اون سبک علاقه دارم. چند سطر خدمت شما عرض میکنم که بسیار زیباست. جان ز تن بردی و در جانی هنوز، دردها دادی و درمانی هنوز. آشکارا سینم بشکافتی، همچنان در سینه پنهانی هنوز. ملک دین کردی خراب از تیغ کین، و اندر این ویرانه سلطانی هنوز. هر دو عالم قیمت خود گفتی، نرخ بالا کن که ارزانی هنوز. بسیار زیبا و لطیف و محکم است. ابیات دیگری هم دارد که برای صرف جویی در وقت صرف نظر میکنم از نقدش. عرض کنم که کار بعدی در همین عرصه خوشنویسی 15-2 اگر ملاحظه میفرمایید، این قلم شکسته نستعلیق است و شعرش هم اتفاقا از حمیدرضا رحیمی است و میگوید که کلامی شیشه‌ای دارم که پشتش ماه خوابیده است. کلامی شیشه‌ای دارم که پشتش ماه خوابیده است. ببین خورشید سوزانی که از هر واژه تابیده است. سبب پس این میان از چیست؟ کاسمان شعر من ابریست. بله، شعر و خط حمیدرضا رحیمی. این از آثاری بود، هر دو اینها، که در نمایشگاه هایی که اخیراً بود در شمال کالیفرنیا در یک دانشگاه و در یک موزه هنر در اونجا این تابلوها به نمایش در آمد. جای دوستان البته خالی بود. خب عرض کنم که جسار بعدی برنامه حسب شیوه مرزیه قسمتی است که چیستان است یا آزمون است یا هر نام دیگری که شما بزرگواران میپسندید. و هفته گذشته آقای فدوی از بینندگان و شنوندگان محترم ضد انقلاب پرسیده بود که این بزرگوار کیست و چه میکند، که عرض کنم شما تصویر این بزرگوار رو باید عرض کنم که 15-3 رو باید ملاحظه بفرمایید اگر در دسترس باشه. 15-3 این پرسش هفته پیش فدوی بود از بینندگان و شنوندگان محترم ضد انقلاب که بفرمایند که این بزرگوار کیست و چه میکند. خب پاسخ صحیح رو از میان پاسخ های رسیده خدمت شما عرض میکنیم که اگر شما هم پیگیری کرده بودید و یادداشت فرموده بودید با پاسخ خودتون عرض شود که مقایسه بفرمایید و اگر اصلاحاتی دارد انجام بدید. از کنم این بزرگوار نخیر آنچه که فرمودید نبوده است. بسیاران دوستان گفته بودن ایشون
آقای خوزه موجیکا رئیس جمهور کشور اوروگوئه است و برعکس سایر دوستان و برادران در ماشین های ضد گلوله و نمیدونم گوریل های انواع اقسام در سایز های مختلف در اطراف اینها هیچ خبری نیست و بزرگوار احساس کسالت کرده است و آمده است به جایی که پروفسور فلان از فلانجا بیاد او رو ببیند، آمده است در یک بیمارستان عمومی در صف مردم عادی نشسته است و منتظر نوبتش است. این بزرگوار به فقیرترین رئیس جمهور جهان مشهور است و میگویند که 90% از حقوق مقام ریاست جمهوری رو عرض کنم که به مردم برمیگردوند یا از طریق مؤسسات خیریه. به هر حال ایشون نه سید است و نه حاج آقا است و نه آیت الله است و نه حجت الاسلام، هیچ کدوم از این سوء سابقه ها رو ندارد و رئیس جمهور یک کشوری است. بله، عرضه بدارم که خب هنوز چون در این جستار هستیم، در جستار آزمون یا پرسش یا مسابقه هرچی که میفرمایید، پرسش این هفته رو هم که فدوی فرستاده است خدمت شما عرض میکنیم که 15/4 تصویر 15/4 هست. فدوی پرسیده است که حالا بفهمید که این بزرگوار کیست و چه میگوید، و در انتها فدوی مثل ممتحنه قدیم یک راهنمایی هم کرده و گفته است که به عنوان راهنمایی ایشون گفته است که این برادر جسارت روم به دیوار وزیر نفت در ایران سابق. بله، بفهمید که این بزرگوار چه میگوید، مشغول چه فرمایشی است. خیلی خب، این هم از قسمت چیستان برنامه. بعد برویم به قسمت های دیگه. یکی از کارهایی که فدوی میکند انگولک کردن عکس هاست و به هر حال عکس همه جا هست و میشود دید، ولی بسیاری از اوقات افسودن نکته‌ای طنزآمیز میتواند که معنا، مفهوم یا سرنوشت تصویر رو عوض کنه یا اینکه تکمیل بکنه. به هر حال این کارهایی است که فدوی بارها کرده است و نمونه ها رو هم احتمالاً ملاحظه فرمودید. خب یکی از کارهایی که برادران میکنن سوء استفاده، خودشون میگن استفاده، سوء استفاده بهینه است از مصادیق بارز تهاجم فرهنگی مثل اینترنت، مثل سی دی و محصولات به هر حال تراش های سهمگین علمای خاشپرست لعنت الله علیهم اجمعین، که برادران رایگان از اون سوء استفاده بهینه میکنن. حالا نکته رو عرض میکنم خدمتتون که نمیدونم تشریف بردن دوستان در بلاد کفر در گورستان ها، اگر که سری بزنید میبینید که مثل پارک بسیار زیباست و به هر حال خود بنده، خود فدوی وقتی که، یا آقای فدوی، یا به اتفاق وقتی که به انگیزه یا به علتی سری به گورستان های بلاد کفر میزنیم، بنده که حواس مردن میکنم، اینقدر زیباست، اینقدر معطر است، اینقدر تماشایی است واقعا و اینقدر آرامش داره. اما در به هر حال بلاد ما مسلمین گرفتاری داریم و ملاحظه فرمایید شما عکس 15/5 رو، اگر تا فرمان مرحمت کند، عکس 15/5 رو اگر ملاحظه بفرمایید، حالا میبینید که مال ما چگونه است، که البته در آغاز جمله اگر ببینید اون سوء استفاده بهینه ای که عرض کردم، سی دی رو درست کردن برای عرض بکنم که انتقال فرهنگ، هنر، دانش، اینفورمیشن و از این قبیل، نه این چیزی که برادران عرض کنم که تزریق کردن به اون محصول بیگناه. ملازم برمید در گورستان های خاشپرستان یا بلاد کفر و زندقه آدم احساس حوث مردن میکنه، ولی در بلاد عرض کنم که مؤمنین و مسلمین، این برادران پس از مرگ هم، پس از مرگ هم دست از سر آدم بر نمیدارن و به حال دنبال میکنن آدم، تعقیب میکنن. مرحوم فرموده است که سی دی عبور از برزخ، قبض روح شدن میت، حمله حیوانات وحشی در قبر،
تصور بنده این است که یک کسی که دفن میکنن خب روش هم میپوشانن دیگه، بنابراین هم حیوانات وحشی که لابد با برادرم نسبتی دارن. چیگره میرن تو سوال نکیر و منکر در قبر، وحشت و تنهایی میت در قبر. احتمالاً عرض کنم که اون میت عرض کنم بینوا رو حتما زنده بوده دفن کردن، یعنی هنوز ایشون نمرده بوده است. ولی خب وحشت، احساس وحشت و تنهایی نمی کرد در قبر. و موارد دیگر به هر حال بشه تابید که غفلت موجب پشیمانی است. آتش طرف اون مؤمن مربوطه که این اثر را تولید کرده است، آتش به مال خود زده است. ملاحظه می کنید 400 تومان جلوی بچه مکتبی بذارید قهر میکنید. بله خب اینم مطلعی بود تحت عنوان نکته. حالا فدوی گفته است که میکوشد که هر هفته یکی یا دو تا از این نکات رو برای شما بینندگان و شنوندگان گرامی فراهم بکند. خب از مقدمات گذر کردیم و بعد نیست حالا به اتفاق سری بزنیم به صندوق پستی برنامه طعم تلخ طنز از تلویزیون میهن و ببینیم که آقای فدوی این هفته به جهت ما چه ارسال کرده است. از که مطلبی که این هفته آغازگر این بخش از طنزهای سیاسی است هست از بلایای خیلی طبیعی. بلای طبیعی برادران به زلزله و عرض کنم که سیل و از این قبیل میگویند که البته همه جا چینی میگویند، اما مال برادران نوعا متفاوت است. یعنی اگر اینها حادث میشود، اگر که سیلی میآید، اگر که زلزله واقع میشود، این به لحاظ این است که مؤمنات با مؤمنین که کاری ندارن، مؤمنات عرض کنم که حجاب درستی نداشتن، در نسبت قاسم الجبارین عصبانی شده و موجب شده است که چنین بشود. خب در ارتباط با زلزله که اشاره کردیم، دوستان حتما با واژه ریشتر آشنا هستن که واحد اندازه‌گیری به اصطلاح زلزله هست و نگاه فدوی اما اینو اصلا سوا کرده. یعنی ریش به همون معنای ریش که برادران دارن شما بگیرید و تر هم که ببخشید ملاحظه میفرمایید به حال میدانید که مثلا میگن فلانی یا فلان برادر در فلانجا تر زده است، یعنی برنامه بسیار بدی داشته است یا کار بسیار غیر مفیدی انجام داده است و از این قبیل. بنابراین ریش به معنای آنچه که برادران دارن و تر هم باز به معنای آنچه که برادران میکنند که مجبور میشود ریش تر، یعنی اندکی با فاصله بخوانید یا بشنوید. به هر حال در این طنز نوشته که عنوانش هم تا که عرض کردم از بلایای خیلی طبیعی، این عنوان مطلب هست، مطلب نخست این هفته. و گویا فرستاده فدوی یک زمین لرزه نیرومندی رو در جایی ملاحظه کرده است و این گزارش رو برای فدوی فرستاده است و فدوی هم نسخه به جهت ما و شما ارائه کرده است که الان میخوانیم با هم دیگه. میگوید که با گزارش فرستاده فدوی شب گذشته زلزله مهیبی به مقیاس 10.9 ریش تر مقعد مطهر حضرت امام در پرانتز لام را شدیداً لرزاند. یک منبع آگاه که نخواست نامش تا انقلاب مهدی در پرانتز عج فاش بشود یواشکی به فدوی گفت که میدان زمین لرزه مسافتی به وسعت جماران تا یکی از مستملکات سیستر الیزابت یعنی کانادا را در بر میگیرد. از اونجا که فدوی خودی و غریبه سرش نمی شود به نمایندگی خود در کانادای معلا، چون دیگه برادران و خواهران اونجا دیگه در واقع جمع شدن همه اونجا، بله به نمایندگی خود در کانادای معلا تفهیم اتهام کرد که رابطه بین وقوع زلزله در مقعد مطهر و علت آن در کانادا را کشف و به قول عوام as soon as possible به آفیس فدوی گزارش و یا به موجب این دستخط خدمت خود را در آن نمایندگی تمام شده تلقی نماید. و سلام فدوی اهل شوخی نیست. خب
عرض کنم که من فکر میکنم که در این طرز نوشته در سه جا مقعد مطهر یا مقعد حضرت امام آمده است که فکر کنم این لغزش تایپی دارد. این است که تا دیر نشده و سرکله برادران پیدا نشده، لطف بفرمایید که اگر شما نسخه ای از این در دست دارید در این سه قسمت که مقعد مطهر هست که لغزش تایپی است، شما تصحیح بفرمایید به مرقد مطهر. بله، ممنونیم. اجتون با گربه مرتضی علی. علی حال در همین فاصله که این نام این تلگراف یا پیام فوری برای فرستاده فدوی ارسال شده بوده است، ایشون در فاصله اندکی پاسخ لازم را تهیه کرده و زود فرستاده است که شوقش را از دست ندهد در برادر کفر و زندقه. حالا گزارش فرستاده فدوی از این زلزله‌ای که عرض کنم که از جماران تا کانادا احساس شده است، این رو فرستاده فدوی گزارش کرده است به این شرطی که بنده عرض میکنم عیناً که چیزی رو از قلم نندازیم. بله، آمده است که پیرو به مذاکرات فوق و البته با تهدیدات خداوند متعال، نه تهدیدات، با تهدیدات خداوند متعال. این واژه از واژگان محصولات فرنگستان فدوی است. بله، پیرو مذاکرات فوق و البته با تهدیدات خداوند متعال، فدوی گزارش مصور نمایندگی خدا به شهر زیر دریافت کرد که الان قرار نشون بدیم به خدمت شما و این آغاز می شود. این عکس ها امیدوارم به ترتیب و منطبق با توضیح توانیم ببینیم. 15.6 را اگر مرحمت کنید، 15.6 این مربوط است به این قسمت. فرستاده فدوی چنین گزارش کرده است که علت این که این زلزله در کانادا احساس شده این بوده است که خواهر نعیما طاهری نتیجه حضرت امام لام در ممالک محروسه سیستر الیزابت یعنی آنتاریوی کانادا به شهر مصوری که ایشون فرستاده شدیداً زنجیر پاره کرده است. خب حالا توضیح تصویر شماره 15.6 رو فدوی خدمت شما عرض میکند. خب نعیمه خانم، خواهر نعیمه که نوی حضرت امام هست، در مطالب خودش نوشته است، در فیسبوک خودش نوشته است که نعیمه اشراقی نوی امام در صفحه فیسبوک خود از کسب مقام اول دخترش نعیما طاهری نتیجه امام خمینی و نوه آیت الله طاهری امام جمعه سابق اصفهان در مسابقه OCE از ایالت اونتاریوی کانادا خبر داد. بعد اون خواهر ادامه داده است که حدس بزنید این دانشجو ایرانی کیست؟ بعدم خودش گفته است که دخترم نعیما دانشجوی رشته روابط بین الملل که در این مسابقه هزاران دانشجو برای کسب رتبه اول با هم رقابت میکنن. آقای دکتر رضا مریدی وزیر تحقیقات و فناوری ایالت آنتاریو و دکتر تام کور رئیس مؤسسه آنتاریو سنتر عرض کنم که این جایزه رو داره میده. و شما در این تصویر این یادداشت خواهر نعیمی بود نوه حضرت امام لام. دارید ملاحظه میفهمید که در این عکس که شما دارید مؤمنین در عرض کنم امور قرار خب بر نمیتابند این داستان رو، یعنی باورشون نمیشه که نتیجه حضرت امام به هر حال چنین بکند، آن هم در بلاد و کفر. دو تا عکس رو کنار هم گذاشتن که شما هم دارید ملاحظه میفرمایید. عکس شماره 15.6 رو دارید ملاحظه میفرمایید. برادران ژورنالیست در وطن سابق گفتن که مشکل دارن برای اینکه در عکس ها دستکاری شده است، فتوشاپ شده است و کشف کردن که مؤمنین کشف کردن که این دو تا عکس شما دارید ملاحظه می‌فرمایید حتی موی خواهر نعیما را رنگ کردن، تیره کردن که برق نزند. شما از تصویر پایین را اگه ملاحظه بفرمایید راست میگن مؤمنین، مؤمنید و مؤمنات کسر الله همسالهم راست میگن. ملاحظه بفرمایید یعنی برادران خودی آمدن و گیسوان از کنم مجعد آن بانوی جوان را که نوه نتیجه حضرت امام لام هست
تیره کردند که یعنی بگویند که این بیرون نیست که برق بزنند، این ادامه روسری است. برای این عرض کنم که تصویر اول و همطور که عرض کردم در نقطه پیشین که خدمت شما عرض کردم که تخصص برنامه یکی از تخصصهاشون سوء استفاده بهینه از ابزار و ادوات تهاجم فرهنگی و فنی و از این قبیل است که از عرض کنم که شیر مادر حلالتر است البته. حالا در ارتباط یا در پیوند با دستکاری عکس ها که این کار در واقع دائمی برادران هست، فدوی چند مورد برای نمونه یا یادآوری که شاید در کارهای پیشین فدوی هم شما دوستان دیده باشند اینجا برای ما محض یادآوری اضافه کرده است که تصویر شماره 7 به عنوان نمونه دستکاری، اگر که مرحمت کند اتاق فرمان 15-7 را شما در این تصویر ملاحظه می فرمایید که برادر عرض کنم که سعید جلیلی هست با خواهر کاترین اشتون که مقام پیشین اتحادیه اروپا بود و تصویر سمت چپ اگه ملاحظه بفرمایید اون بانو که تازه لباس بسیار پوشیده هم دارد، خب اون پیرهنش هست، اونم کتشه دیگه چه بکنه. در سمت راست اگه سمت راست مؤمنین آمدن و پیرهن این خواهر کاترین اشتون آلمانی را تا خرخره کشیدن بالا. هیچ ملاحظه نمی کنن که آخه دست دادن به زن غریبه اونم زن خواهش‌پرست این درست نیست. شاید الان اگر به قلقش می شد تکلیف چه بود؟ ما چه باید جواب می دادیم به سفارت آلمان؟ آقا پیرن زن مردمون چرا دستکاری میکنی؟ فکر نمیکنی اینجا سینا و اینا شما دستکاری میکنید پیرن میکشید بالا یه وقت قلقلکش بشه اون بانو بزنه تو گوش تو؟ ولی خب برادران اهل این ماجراها، اهل این ملاحظات نیستن. نمونه دیگر عرض کنم که 15-8 رو اگر تو فهم رو مرحمت کند باز میبینید که یکی از شاهکارهای سوء استفاده بهینه برادران ژورنالیست رو ملاحظه میفرمایید. اون زمانی بود که مخبط الاسلام و المسلمین احمدی نژاد جسارت رئیس جمهور سابق که به رؤسای تمام جمهور در حکومت اسلامی بنده میگویم رئیس آبدارخانه بیت چون چیزی بیش از اون نیستند و باید باورشان بشود، منتخب نمیشود دیگه، یعنی خود این آقای روحانی هم باید باورش بشود که با ارفاق رئیس آبدارخانه بیت است. به هر روی خب یاد دارند خوانندگان، بینندگان، شنوندگان ضد انقلاب که در دوران پیشین برادر سید چاوز درگذشت که در همون روزگار فدایی تنظیم رو نوشت و منتشر کرد که عنوانش هم تا اونجا که بیاد دارم این بود که وای چاوز کشته شد. بعد آقای برادر احمد نژاد که خودش کشتن این داد بودو بودو رفت اونجا در ونزوئلایش هم تشریف بردن اونجا و بهرحال به عنوان صاحب اعضا در واقع اونجا بودند و کارها کردند. بعد تصویر شما در این سمت راست اگر که دارید ملاحظه می‌فرمایید سمت راست بود بانو که در آغوش مهندس اسلام و المسلمین احمدی نژاد هست، اون بانو مادر گرامی چاوز هست که در آغوش برادر احمدی نژاد است که خب مؤمنین خلاصه براشفتن و که معصیت شده است و اینها خلاصه به قول جد علای فدوی ایمان و امان به سرعت برق می رفت که مؤمنین رسیدن و تصویرش سمت چپ رو اختراع فرمودن. ملاحظه می فرمایید به هر زحمتی که شده این خواهر یعنی مادر برادر متوفا چاوز رو به هر زحمتی که شده از آغوش آقای احمد نژاد چون ول نمی کرده که ملاحظه می فرمایید از آغوش آقای احمد نژاد میکنند و به جای اون برادر البرادهی که رئیس وقت سازمان انرژی اتمی بود به جای مادر چاوز برادر البرادهی رو عرض کنم که در آغوش آقای
احمدی نژاد مونتاژ فرمودند. اینها را به عنوان نمونه های از شیرینکاری های برادران و سوء استفاده بهینه از عرض کنم که محصولات علمای خاشپرست خدمت شما تقدیم شد. خب بخش ژورنالیسم اسلامی برادران چنین عمل می کند، ولی بخش دیگر دیگه حوصله هم ندارد. بخش دیگر الان اگر شما تصویر شماره 15-9 رو تقاضا کنیم از اتاق فرمان که به شما نشان بدهد، 15-9 رو ملاحظه می فرمایید که این برادران ژورنالیست دیگه اصلا حوصله فتوشاپ و حرفا هم دیگه ندارن، همینطوری ریختن تو جوراب زدن به دیوار. ملاحظه فرمایید در این عکس ها این آقای عباس کیارستمی است، عرض کنم که شخصیت مشهور سینمایی ما، و عرض کنم این بقیه هم که بانوان خاشپرست هستند که برادران به جانشون افتادند و با یه چیزهایی که بنده نمیدارم چیز، شاید چسب مثلا نوار چسبی چیزی چسبوندن که جاهای مثلا ضد دینی نشان داده نشود. مثلا خب من شخصا نمیدانستم که از آرنج به بالا معصیت است، من تصورم این بود که دیگه با اونجا کاری ندارند، ولی کار داشتن این برای ملازم فهمید که قسمت پای اون بانو سمت راست، تصویر سمت راست رو و قسمت از آرنج به بالا رو از اینجا خواستم وضوع بگیرم، بعد نمیدونم اینو خواستم چیکار بکنن. برحال عورت این با عنوان خاشپرست را پوشاندن و البته خودشون با افتخار، چون اصل سندش بنده دارم در سایت ما هست، تشویق ببینید hazl.com، اونجا من به خبر نوشته است، نوشته که ببینید افتخار تا چه مایه است، نوشته است که عکس توسط سایت فرهنگ و هنر ممیزی شد. ممیزی لغت دیگر سانسور است. بله با افتخار سانسور فرمودن. بسیار خوب. خب تا اینجا ما هنوز در مطلب نخست هستیم که ماجرای وقوع زلزله در مقعد مطهر امام، که اون مقعد عرض کردم که لغزش تاپی بوده است، اسراب فرهنگ به مقعد مطهر امام، اونجا یک زلزله مهیبی در مقیاس 10.9 ریشتر رخ داده است و در کانادا احساس شده. حالا معلوم شد که این توضیحاتی که فدایی برای ما فرستاده است نشان میدهد که چرا اون زلزله در مقعد مطهر امام رخ داده است. علت این بوده است که نتیجه آن بزرگوار در کانادا به این ترتیب که تا این لحظه ملاحظه فرمودید زنجیر پاره کرده است. بعد فدایی به عنوان عرض کنم که تیر خلاص تصویر شماره 10 رو برای ما فرستاده است. 15-10 رو اگر ملاحظه بفرمایید، این دیگر از شبت که تیر خلاص است برای مؤمنین. ملاحظه فرمایید سمت راست خواهر نعیمه اندکی پوشیده و سمت چپ خواهر نعیمه به کلی از شبت که مانند بانوان جوان امروزی کلن زنجیر پاره کرده است از ذر برادران، و دارید ملاحظه می فرمایید این تیر خلاص است برای برادران، و با این ترتیب که ملاحظه می فرمایید معلوم می شود که نتیجه کار حضرت امام چندان هم بد نیست. بله حالا با این ترتیب دیگر شنوندگان، بینندگان گرامی و خوانندگان این مطالب تا کنون باید دانسته باشند که علت و انگیزه وقوع این زلزله به مقیاس 10.9 ریشتر که خیلی وحشتناکه در مقعد مطهر حضرت امام به چه لحاظ بوده است. خب در پایان این گزارش فرستاده فدوی نکته دیگری هم هست، و آن این است که فدایی گفته است که چون تهدید کرده بود این فرستاده خودش رو در براد کفر که اگر گزارش سریع و درست نفرستی اخراج خواهی شد، حالا چون این گزارش رسیده به ویژه این تیر خلاصی که الان ملاحظه فرمودید، آقای فدایی از اخراج فرستاده خودش در آنتاریو کانادا صرف نظر فرمود و ما هم گفتیم آقا به قول عوام ریلکس، شما سر کار خودت هستی،
اما نکته ای را هم که پدری اضافه کرده است این است که میگوید که این نکته را نیز پنهان نمی کند پدری، که به قول حضرت امام که فرمود امریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، حوزه علمیه نیز برخلاف تعهدی که کرده بود نتوانست از جلوگیری از وقوع بلای خیلی طبیعی که توضیح داده شد هیچ غلطی بکند. بنابراین امریکا تنها کسی نیست که نمیتواند هیچ غلطی بکند، حوزه علمی هم نمیتواند هیچ غلطی بکند. حالا چرا؟ مدرکشو اگر اتاق فرمان لطف بکنن و 15-11 رو مرحمت کنن، اینم مدرکی که نشان میدهد که امریکا تنها کسی نیست که هیچ غلطی نمیتواند بکند. به قول حضرت امام لام، حوزه علمی هم نمیتواند هیچ غلطی بکند. چرا؟ برای اینکه این ملازم فهمید تفاهم نامه امضا کردن با حوزه علمیه برای کاهش بلایای طبیعی. خب میدونید که اینا برای دفتر و دستک دارد و آدم دارد و برادران دارند و نیروهای چی دارند و اینها، این همش هزینه است دیگه. خب خودشون میگویند اسراف بیت المال. بنابراین این تفاهم نامه و اون تشکیلاتی که درست کرده بودن اگر غلطی میتوانست بکند، نتیجه حضرت امام چنین عرض کنم که دچار چنین بلیه‌ای نمیشد و چنین زنجیری در براد کفر عرض کنم که پاره نمیکرد. حالا گویی که به نظر مردم متعادل و عادی این یک پوشش معمولی و نرمال است، اما برای برادران هم که عرض کردم تیر خلاص است، از مردم عادی نمیگذرند، چه برسد به نوه و نتیجه حضرت امام در پرانتز لام. بسیار بسیار خوب، ما این قسمت رو هم به سلامتی پشت سر گذاشتیم و برویم به مطلب بعدی که خدمت شما عرض میکنم. عبارتی هست در اصطلاحات میگویند که یک بام و دو هوا. عنوان این مطلب رو فدوی با دستکاری این عنوان کرده است، یک وام و دو هوا. و به نظر میاد که در این ارتباط فدوی قدری عصبانی است. ببینیم که چرا این فاصله اجازه فرمانده از این آب کر در خدمت شما بنوشیم. خب مطلب چیست؟ میگوید که فدوی نمیداند که ما تا کی باید شهروند درجه سه جان و از اون بدتر ناظر بر اعمال تبعیض‌های ظالمانه علیه خود باشیم. باری آنچه که خشم فدوی را در این راستا شدیداً برانگیخت ملاحظه خبر زیر از برادر بی بی سی به شرح زیر است. خب این خبر را دوستان حتما ملاحظه فرمودند، از خبرگزاری های گوناگون منتشر شد که با تصویب کنگره امریکا پس از 36 سال به هر کدام از قربانیان ماجرای اشغال سفارت امریکا در ایران بیش از 4 میلیون دلار غرامت پرداخت می شود. ملازم فهمید سنگی که دیوانهی در چاه می اندازد بعدها هزینهش اینقدر می شود. برای هر نفر 4 میلیون دلار از خواهیم که از بیت المال مسلمین که برادران به باد دادن و می دهن. بله هر شود که و در ادامه خبر بهشت اثر آمده است که در جریان واقعی اشغال سفارت امریکا در تهران، در اگه دوستان یاد چیم باشه در 1358 بود، 53 تا از دیپلمات های امریکایی دقیقا 444 روز در گروگان برادران بودن. بله سخن کوتاه، فدایی میخواهد در این مختصر استثناءً به جای پرتغال فروش سابق پیدا کند. عرض کنم که پرتغال فروش سابق یادتون هست که خیلی مشهور است این در یک اصطلاحی که بارها مصرف میکنید که پیدا کند پرتغال فروش را. اینجا فدایی میگه که دیگه پرتغال فروش پیدا نمیشه دیگه، برای همین گفته پرتغال فروش سابق، چون پرتغال فروش هایی که وجود داشتن اینا همه الان وزیر و وکیل و نماینده مجلس و اینا هستن دیگه. ولی همین اینجا فدوی اشاره کرده است که میخواد در این مختصر استثناءً به جای پرتغال فروش سابق که اینا دیگر یافت می نشود
زیرا نماینده مجلس حکومتی، وزیر، وکیل و از این قبیل شده است، به جای اون با استعانت از یک تناسب ساده به وجهی که بنده توضیح میدم میخواد که جوابی که مسئله رو پیدا کنه. تناسب یادتون هست در دوران دبیرستان میخواندیم که عمل درست به نقص حافظه عرض میکنم، عمل مستقیم عمل مستقیم تناسب معکوسی هم چیزی بود که مثلا مثالش این بود که مثلا 10 تا پرتقال مثلا میشود مثلا اینقدر، حالا بفهمید مثلا 15 تا مثلا صندوق چقدر میشود، ایکس مساوی با فلان، خیلی راحت این در میومد. حالا محاسبه ای که فدری کرده است در این ارتباط این است که خواسته است پیدا بکنه که ببینه که میزان غرامت به گروگان های ایرانی، چون معتقد است فدری در این نوشته بر این باور است که اون خواهش پرستان امریکایی 444 روز گروگان از فهم که برادران بودن. حالا ملت ایران بیش از 70 میلیون در گروگان برادران هستند، از همون سال از 1358 تا کنون 70 میلیون، و علت اینه که 70 رو انتخاب کرده است چون الان بیش از 70 میلیون هست که اون مازاد رو فدوی عرض کنم که برآورد کرده است که حضرات آیات، حجاج اسلام عرض کنم که توابعشون، نمیدونم بستگان سببی و نسبی و مؤمنون و مؤمنات کسر الله همساله هم در مجموع، اون رو اون مازاد بر 70 میلیون فدری در اونجا محاسبه کرده است. بنابراین تناسب اینجوری می شود که شما میتونید به عنوان مشق شب اصلا روش کار بکنید. 53 نفر امریکایی 444 روز بابت هر فقره 4 میلیون دلار، و ببینید چقدر میشه، در 212 میلیون دلار میشه. 53 تا امریکایی 444 روز 212 میلیون. حالا حساب بکنید که در اون تناسبی که عرض کردم 70 میلیون ایرانی برای 13140 روز از همون زمان عرض کنم که تا کنون چقدر میشه برد. حالا ببینید سر به کجا میکشه. 53 امریکایی 444 روز 212 میلیون دلار، 70 میلیون ایرانی 13140 روز چقدر می شود. و پرسیده است که مسئول پرداخت خسارت به گروگان های ایرانی کیست و اساسا چرا کسی برای او گروگان های ایرانی پس از 36 سال تره هم خورد نمی کند. زیاده محاسبه ای نیست. بله، عکسی هم که در این ارتباط داشتیم یادآور همون روزگاران هست، اگر که عرض کنم که 15/12 هست، عکس ملازم فهمید این برادران هستن که آن مستشاران امریکایی را در سفارت امریکا در تهران به وجهی که ملازم فرمایید گروگان گرفته بودن، و از اون بعد هم که ملت ایران را به گروگان گرفتن و ملتی که نتواند پوشش خود را انتخاب کند، روزنامه خود را بخواند، شغل خود را انجام بدهد و از این قبیل، خب غیر از گروگان چه نامی دارد؟ بله، این هم رازه فرمودید. مطلب دیگری داریم، هنوزم فرصت نمیدانم داریم یا نه، یه مطلب کوتاه دیگه هم عرض میکنم و دیگه از خدمت مرخص میشه. باز ضرب المثل یا زبان زدی داشتیم، دوستان حتما بیاد دارن که میگفتن مرغ همسایه قاز است. حالا فدوی با استفاده از این زبان زد این عنوان رو تهیه کرده است که داعش همسایه. حالا مرغ همسایه قاز است، داعش همسایه چی میشود؟ روش فکر کنی، بنده فکر نکردم روی این قضیه. و هر روی میگوید که فدوی میپندارد که حتی جوانان نیز دارند علاقه و ارادت خود به وطن اسلامی و از اون وطن عرق مکتبیشان را کم کم از دست میدهند، که به نظر فدوی البته و اصلا نشانه خوبی نیست. این معنا را وی از ملاحظه خبر زیر مستنباط کرد. خبر چی بوده است؟ خبر در همینجا در امریکا اتفاق افتاده که دادستانی ایالت ویرجینیا
این تیتر یک رسانه است. کمک نوجوان امریکایی به یک جوان ایرانی برای پیوستن به داعش. فدایی به داعش میگوید حکومت اسلامی برون مرزی. به جمهوری اسلامی میگوید حکومت اسلامی درون مرزی. خب پس تیتر گفته است که کمک نوجوان امریکایی به یک جوان ایرانی برای پیوستن به داعش. و در ادامه خبر میمنت اثر میگوید که دادگستری ایالات متحده امریکا میگوید که یک نوجوان امریکایی پس از اعتراف به مقصر بودن در مورد اتهام کمک به گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش برای جمع آوری منابع مالی و جذب داوطلب با حکم 15 سال زندان روبرو است. و صدای امریکا هم در وبسایتش آورده است که بنابر اعلام وزارت دادگستری علی شکری امین 17 ساله اعتراف کرده است که به نوجوان دیگری به نام رضا نیک‌نژاد برای سفر به سوریه و پیوستن به داعش کمک کرده است. ملاحظه کردید بینندگان و شنوندگان گرامی زد انقلاب؟ فدوی شدیداً حیرت میکند. آخر این چه حرکتی است؟ این واقعا چه حرکتی است؟ آخر مگر داعش درون مرزی یعنی جمهوری اسلامی که تازه پاک نویس حکومت برون مرزی هم هست یعنی داعش، چه اشکالی داشت که برادر رضا نیک‌نژاد سراغ داعش غریب رفته است؟ good question به قول عوام. شما هم راجع به این قضیه فکر بکنید. خب به پایان آمدین جوهر شکایت همچنان باقی در جستار این بخش پایانی برنامه است با این تصویر واپسین که 15 13 و 14 هست. عرض کنم که بنده کم کم مرخص میشوم و فدوی این دو تا عکس رو برای ما فرستاده و روش نوشته که خرسواری 13 و 14. بله 13 و 14 توضیح بیشتری هم فدوی نداده، فقط نوشته خرسواری. این دو تا عکس رو اگر اتاق فرمان لطف کنن دوستان ملاحظه بفرمه. برای فدوی توضیح بیشتری نداده، فقط نوشته خرسواری. حالا اگر شما بینندگان محترم زنده انقلاب بر این باور هستید که بنده باید تماس بگیرم با آقای فدوی توضیحات بیشتری بخوام، بفرمایید که این کار رو بکنیم. ولی ایشون توضیح بیشتری نداده است و فقط نوشته از خرسواری. گویاست اگر حاجت نشاط نداره. بله خب پایان برنامه رسیدیم. بنده تشکر میکنم از جناب بهبهانی گرامی که با سعی صد هدایت فنی دست برنامه رو به سرانجام برد و حول استاد سخن فرمود دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم، خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم. ایام جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. تا درود دیگر، بدرود.